برگزاری سومین جلسه دادگاه بین المللی مردمی قیام آبان در لندن. سومین جلسه دادگاه بین المللی قیام آبان روز جمعه در لندن با شهادت دادن خانم شادی صدر از برگزار کنندگان این دادگاه و از مدیران سازمان عدالت برای ایران آغاز شد. وی در شهادت خود از جمله گفت به فرمانداران و استانداران سراسر کشور مجوز دادند تا علیه معترضان از سلاح گرم استفاده کنند و به روی معترضان آتش گشودند. گزارشی بر اساس 149 ویدیوی راستی آزمایی شده به دادگاه ارائه شده است. نیروی انتظامی از اسلحه های بسیار سنگین علیه معترضان استفاده کرده است. شادی صدر در دادگاه تصاویری از شلیک ماموران به مردم معترض در شهریار، شیراز و معالی آباد را به نمایش گذاشت. در یکی از ویدیوها نیروهای لباس شخصی کلت به دست دارند و دو نفر از معترضان را با گلوله هدف قرار می دهند. او گفت در برخی از این ویدیوها ببینیم که برخی از شهروندان که در مناطق نزدیک زندگی میکردند فریاد میزدند. وقتی که تظاهر کنندگان به طرف نیزارها فرار کردند بر اساس برخی از گزارش ها ببینیم که در اون زمان بوده که نیروهای پلیس به طرف مردم شلیک کردند. اگرچه این گزارش ها با داده های به دست آمده از طریق منابع باز به نظر نمیاد تطبیق داشته باشه، چرا که برخی از اونها در زمانی که وارد نیزار شده بودند احتمالاً قبلش کشته شده بودند توسط تیربارها و سلاح گرم و بیش از 20 نفر کشته شدند از جمله عباس عساکره در میدان مربوطه. این سرکوب شدید در ماهشهر فقط محدود به نیروهای ویژه نبوده. ویدئوهایی که ما گردآوری کردیم نشون دهنده نقش سپاه هم بوده که اونها هم از ابزارهای و خودروهای نظامی استفاده کرده بودند برای سرکوب تظاهرات کنندگان و این در سه ویدئو حداقل مشاهده شده. مدینه الکورا حاليا يعني ادري يا جماعة يعني البشر اللي غير مسلحين الغير مسلح هيك يهدد خطر يعني عليكم اللي جايبين دبابات غير مسلحين غير مسلحين. در سومین جلسه دادگاه بین المللی قیام آبان یکی از هموطنان از داخل ایران با عنوان شاهد 31 که صورت خود را پوشانده بود شهادت داد و گفت این برادر من چجوری کشتن؟ اینا ادعا میکنن که با اسلحه شکاری و خود معترضین این کار انجام دادن، دارن گردن مردم میندازن. اون علارغم این که او فرد نظامی بود ولی انسان با وجدانی بود، گفت به هیچ وجه با اسلحه نظامی و از فاصله نزدیک به ایشون شلیک شده به صورت که کلن سر و شکافته، کاملا مشخصه که از فاصله نزدیک و جوری هم نبوده که بگن ها اینا همینجوری شلیک شده یا مثلا عمدی در کار نبوده. نه، در صورتی که با وجود صحبتهایی که کارشناس کرد ما مطمئن شدیم که مغرضانه خودشون خود نیروهای امنیتی مخصوصا قصدشون کشته سازی بود و چه راحت‌تر فردی که با لباس کارگری داره میره، گفتن پیش خودشون که این یه کارگر ساده است و کسی نیست حمایتش کنه، ما هر جوری دوست داشته باشیم رفتار میکنیم. بعد جسدی که ما میخواستیم تحویل بگیریم شب بود، گفتیم همونجا سردخونه مرکز استان گذاشتیم که فردا صبح حرکت کنیم به سمت شهرستان که ساعت 9 صبح ما با اقوام و خیشان در تماس بودیم برای دفن جسد. ساعت 2 شب به ما زنگ زدن گفتن باید همین امشب جسد رو بیاریم مرکز شهرستان که دفن کنیم. ما جلوش ایستادیم گفتیم به هیچ وجه، ما به خاطر چی؟ چرا شبونه باید دفن بشه؟ یه انسان بی کس کار نبوده، یه آدم درست فهمیده و یه انسان شرافتمند بوده، چرا باید به صورت گمنام و کسی تو تشییع جنازه شرکت نکنه؟ بالاخره ما که اوجا بودیم کاملا تحت نظر نیروهای امنیتی بودیم، یعنی تو
خونه ای که ما مستقر بودیم سر کوچه و تر کوچه دو تا ماشین نگهبانی میدن، شب دو نفر دو تا نیروی نظامی تو هر کدومشون نگهبانی میدن که مبادا حرکتی اما سر بزنه. عفو بین الملل 20 آبان 1400 عفو بین الملل اعلام کرد دادگاه مردمی بین المللی که از روز 19 آبان در لندن بررسی شواهد مرتبط با کشتار و مجروح کردن هزاران معترض و رهگذر اعتراضات سراسری آبان 1398 توسط رژیم ایران را آغاز کرده، یک ابتکار عمل قدرتمند علیه عدم پاسخگویی و مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر از پیگرد و مجازات است و باید زنگ بیداری برای همه کشورهای عضو سازمان ملل باشد. عفو بین الملل یک فهرست بروز شده از اسامی و مشخصات معترضان و عابران کشته شده در اعتراضات نوامبر 2019 آبان 98 را منتشر می کند. این سازمان از ده ها نام دیگر که به صورت آنلاین گزارش شده آگاه است و فهرستی از اسامی گزارش شده مزبور را به زبان فارسی در حساب‌های تلگرام، اینستاگرام و توییتر خود منتشر کرده است و از هر کسی که اطلاعات بیشتری در مورد آنها یا سایر قربانیان که تاکنون ناشناخته باقی مانده‌اند دارند دعوت می‌کند با این سازمان تماس بگیرند. عفو بین الملل 19 آبان برگزاری یک دادگاه مردمی درباره به قتل رساندن و مجروح کردن هزاران تن از معترضان و عابران پیاده به وسیله مقامات ایرانی در جریان اعتراضات سراسری در نوامبر سال 2019 آبان 1396 ابتکاری قدرتمند علیه مصونیت از مجازات است و باید به عنوان زنگ هشداری برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد. عفو بین الملل در نوبت دیگری از دولت‌های سازمان ملل خواست تا با ایجاد مکانیزم مستقلی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات جدی ارتکابی در ایران بر اساس قوانین بین المللی به منظور تسهیل در رسیدگی‌های کیفری عادلانه به مسئولیت خود برای مقابله با مصونیت از مجازات عمل کنند.